سلام بچه ها، لایو کتاب خونی چیز کنم داستان زیبا سفر زیبا به بروجرد رو ادامهش رو میخوام براتون بخونم امشب. پری شب تا صفحه 15 خوندیم، حالا الان باقیشو میخواییم ادامه بدیم. از بچه هایی هم که میشناسم، بچه های حالا گروه یا برها بچه هایی که میشناسم، اگه کسی خواست که توی این لایو کتاب خونی بیاد همراه من باشه، برای من ریکوست بده، من میارمش. مبحث جالبی رو داشتیم دنبال میکردیم توی سری قبل که در واقع صحبتهای زیبا بود توی مهمونی که در بروجرد رفته بود با دوستاش، که ازش سوال کرده بودن در مورد راز شادابی و خوشحالی و به هر حال آرامش بیشتر در زندگی. حالا جواب زیبا بهشون در واقع بازگو کردن احساساتشون در لحظه بود. خب حالا ادامهش رو من میخونم. ببینید دوستان، هیچ کدام از ابعاد شخصیتی و روحی روانی ما مانند غمگینی، شادی، حسادت، ترس، دوگانگی، دروغ، حرص، ولع، زودرنجی، فراموشی، شهوترانی، خسیسی، سردی، بیتفاوتی و ده‌ها ویژگی‌های دیگری که متناوباً شما آنها را در خود و افراد دیگر همواره شاهد هستید، در کنه و واقعیت خود فی نفس منفی نیستند و اقرار به وجود آنها و زمینه دادن به عرض اندامشان نه تنها از شأن و منزلت ما نخواهد کاست، بلکه قدرت و توانایی ما را در جهت‌دهی صحیح آنها فزون‌تر خواهد نمود. خانم دکتر، میشه بفرمایید ما با چه روشی این حالات خودمان را میتوانیم نشان دهیم که موجب کدورت و ناراحتی و قطع روابط و بدتر شدن شرایط و اوضاع زندگی ما نشود؟ اولا این ترس شما که از بدتر شدن اوضاع زندگیتان با بیان احساساتتان دارید، بیشتر از خود واقعیت در ذهنتان بزرگ شده. دوماً شما عموماً شاهد فوران این احساسات در موقعیت شدیداً هیجانی و عصبانیت بودید، نه در یک فضای آرام و منطقی. این خود هنر بزرگی است که شما بتوانید با ابراز نظرات و احساسات روابط خود را ارتقا دهید و بدانید که می توانید به راحتی به این هنر آراسته شوید. کافیست ابتدا بخواهید و این نکته در ذهن و اندیشهتان جا باز کند. بعد به خودتان باور داشته باشید که شما انسان هستید، یعنی حیوان ناطق، که نقطه عطف تکاملش در نطق و بیان اوست. آری، به همین راحتی که من میگویم، به زبان آورید و بیان کنید هر آنچه از ذهن و دلتان میگذرد. این نقطه شروع و اول و گام اولتان در رسمیت دادن به خودتان هست. این جملات زیبا رو به روی دیوار خانه‌تان بنویسید و کمی درباره آنها تعمق کنید. فکر می‌کنم برای امروزمان اینها کافی باشد و با تمایلی که در بعضی از دوستان می‌بینم، بهتر از باز به برنامه رقص و شادیمان ادامه دهیم. آن روز بیش از 10-15 نفر از من خواستار کارت ویزیتم شدند و تمایل خود را به مطالعه کتاب‌ها و نوشته‌هایم نشان دادند. خانم زنده دل و شادابی که از اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد بود، از من خواستار مصاحبه‌ای برای روزنامه شهر شد که برای پنجشنبه آن هفته قرار گذاشتیم. بعد از مهمانی ما سریع به خانه برگشتیم تا برای مهمانی دیگر آماده شویم. در ورود به مجلس بعدی متوجه شدم که آن مراسم به مناسبت بازگشت صاحب مجلسان از زیارت کربلا می باشد.
باز حضور راحت و ساده و غیر مذهبی من توجه دیگران را جلب کرده بود. بعد از نشستن، هورا از فرصت بودن با من نهایت استفاده را کرده و با تعریف ماجراهای زندگیش از من نظرخواهی می‌کرد. دیگران هم به نوعی مشتاق شنیدن صحبت‌های ما شده بودند. در این بین من که عادت به نشستن روی زمین نداشتم، پایم را دراز کردم. مادر بزرگ هورا که کنار من نشسته بود با چشمانی گرد به من خیره شد و گفت: لاغل یه ببخشید میگفتی زیبا خانم، بعد پاتو دراز میکردی. چرا؟ مگه من با دراز کردن پاهایم مزاحم یا مانعی برای کسی شدم؟ دلیلی برای عذرخواهی و ببخشید نمیبینم. حالا چون این کلمات لغلغه زبان ما شدن که همه آنها رو توتیوار تکرار میکنن، من هم تکرار کنم. چرا؟ هورا گفت: بابا بی خیال زیبا، مگه چیزی ازت کم میشه؟ این یه نوع احترامه، یه ببخشید بگو و قال قضیه رو بکن. آره که چیزی از من کم میشه، لحظات زندگیم هر روز 10 بار اینجا و آنجا بی خود ببخشید گفتنهای علکی و جواب شنیدنها، 10 بارم به تعارف کردنها و تو رو به خدا شما نه و تو رو به خدا شما چه و فلان بگذرد، عبور کردن ها به پشت در نشستن ها، در غذا خوردن ها، خرید و فروش ها و ده ها موارد مزخرف دیگر که وقتی این لحظات را جمع می کنی می بینی چه عمر بیهوده ای از تو برای گفتن این چرت و پرت ها تحت نام احترام تلف شده. احترام که باید باعث عزت و شادی و ارتقای روحی روانیت باشد، نه عامل عذاب و ناراحتی خودت و دیگران. چند وقت پیش من در یک جمعی برای خودم مشغول مطالعه مطلبی بودم. مردی روبروی من خواست پایش رو دراز کند و خطاب به من گفت: ببخشید خانم. گفتم: اگر نبخشم چی میشه آقا؟ او اصلا انتظار چنین برخوردی رو از من نداشت و با حالت عصبانی و آشفته گفت: میخوای ببخش، میخوای نبخش. گفتم: آقا من که مشغول مطالعه بودم و این شما بودید که با جمله‌تون حواس من رو پرت کردید. حالا اگه برایتون ببخشیدن و نبخشیدن من فرقی نمی‌کنه، چرا مزاحم من میشید؟ او واقعا در مقابل منطق من جوابی نداشت. من مدتی است که تصمیم گرفتم هر کس به من گفت ببخشید بگویم نمی‌بخشد، مگر چند صد تومانی به من بدهی. اینطوری حداقل تلافی لحظاتم رو از آنها می‌گیرم. اگر من همین کلام را به کار ببرم، باید مسئولیت ادای آن را به عهده گیرم، چرا که کلمات از نظر من زنده و واقعی هستند و جان دارند. اینها شاید برای شما مسخره و سطحی باشد، ولی برای من نه. به نظر تو هورا با یک ببخشید قال قضیه کنده میشه، ولی در یک سطح وسیع‌تر وقتی به این امر مجرد و در پروسه نگاه میکنی، نه تنها قال قضیه کنده نشده، بلکه خودت غرق در یک سیستم دوگانه ای میشوی که با ملاحظات لحظه ای و از خودگذشتگی ها خیلی به خودت و لحظات زندگیت بدهکار میشوی. خیلی. من قصد تغییر این سیستم جامعه را ندارم و مثلا هم مردم و عرف جامعه نیست، بلکه میخواهم خودم را در روابطم تنظیم کنم که در وهله اول خودم انسان آزاد و رهایی باشم و نیز با نشاط و در همه جا و در همه لحظات زندگیم. در این مدت من و هورا درباره مسائل مختلف با هم صحبت می‌کردیم تا اینکه ما را برای صرف شام به منزل دیگری راهنمایی‌مان کردند. در موقع صرف شام من با توجه به مقدار زیاد غذا به مهمانان دیگر به ویژه همسایه‌ها پیشنهاد کردم که مقدار اضافی غذا را در ظروفی بریزن یا با خودشان ببرن. احساس کردم که بعضی از این کار شرم دارن. این بحث باعث شد که افرادی به سمت ما جلب شوند و سوالاتی از من بپرسند و طبق معمول رایج‌ترین آنها درباره وضعیت ازدواج و متأهل بودن من بود، تا من به گوشه‌ای از زندگیم، از همسر اول اعدامیم و همسر دوم پاسدارم اشاره کردم. سوالات مختلف و متوالی بود که پشت سر هم ردیف می‌شد. الان شما متأهل نیستید؟ نه، ازدواج دیگر هرگز، یکی از شعرهای من است. البته به این معنا نیست که مرد یا مردانی در زندگی من وجود ندارند یا از مردان تجربه منفی دارم، بلکه برعکس، بسیاری از زنان که از مردان بسیاری از زنان که از مردان میترسند مورد سوء استفاده آنها قرار بگیرند.
من از تمامی مردانی که در زندگی من بودن خاطرات خوش و خوبی دارم و شعر دیگر من همسرانم را دوست دارم حاکی از همین امر است و همه آنها برای من قابل ارزش و احترامند. پس چرا شما از همسر دومتان طلاق گرفتید اگر او مرد خوبی بود؟ آخر دیدم در کنار او از مردان دیگر هم خوشم می آید. نخواستم که در آینده‌ای به او خیانت کنم. برای همین با بروز و شناخت این گرایشات در خودم از همسرم خواستم که در یک رابطه آزادی با هم قرار بگیریم. ولی به علت عدم قبول او این امر نهایتاً به طلاق و جدایی ما منجر شد. ولی الان خوشبختانه با هم رابطه صمیمانه و دوستانه ای داریم. این صحبت ها منجر به این شد که اکثر آن خانم ها نیز کارت مرا بگیرن و خواهان کتاب ها و نوشته های من باشن. بگذاریم که بعداً بسیاری از ترس جرات نمی کردن به من نزدیک شوند. بعد از صرف شام ما دوباره برای صرف چای و میوه به منزل قبلی برگشتیم. دقایقی نگذشته بود که یک دختر خانم 17-18 ساله کنار من آمد و گفت میشه خانم شما چند لحظه بیایید اتاق دیگر؟ ما با شما کاری داریم. من کمی تعجب کردم و گفتم باشه، مانعی نیست. دختر جوان انتظارم را میکشید. گفت خانم ما الان از چند نفری تعریف شما را شنیدیم. میشه ما مشکلات خودمان را با شما که مشاور روانی و پزشک هستید در میان بگذاریم؟ ما مشکلات زیادی داریم که حتی با نزدیکترین افراد خانواده ما نیز نمیتوانیم در میانشان بگذاریم. حتما میخواهید الان یک تست ساده از شما بکنم که نقاط قوت و ضعفتان را به خودتان نشان دهم؟ نه. در این حین 5-6 نفر دیگر وارد اتاق شدند و به دنبالشان چند نفر دیگر که همه میخواستند در جریان این صحبت ها باشند. اتاق کوچک تقریبا پر شده بود. فضا برای ادامه مباحث دیگر سنگین شده بود. یکی از خانم ها پیشنهاد کرد خانم دکتر اصلا بفرمایید توی سالن تا همه بتوانیم از صحبت های شما استفاده کنیم. علی‌رغم مخالفت دختر خانم ها آنها را قانع کردم که بحث را در جمع پیش ببریم. صندلی من در وسط سالن گذاشته می شود و من شروع به صحبت می کنم. خب بگذارید با توجه به حق تقدم این دختر خانم ها ابتدا به مسائلی که برای آنها اهمیت دارد بپردازیم. یکی از خانم ها از فاصله 2 متری گفت بگذارید من خیلی راحت و خلاصه به شما بگویم که این دخترها مشکلشان چیست. شوهره میتونید براشون شوهر پیدا کنید؟ و همه زدن زیر خنده. اتفاقا شما به مسئله مهم و خیلی جالبی اشاره کردید. خب شما از من میخواهید در رابطه با این نیاز دخترهای جوان صحبت کنم و برایشان کاری کنم و از من میخواهید؟ موافقید؟ آره؟ و اونها گفتن بله. خب پس من هم خیلی ساده و مختصر به همه شما دخترها میگویم که همه شما قبل از اینکه اصلا حتی به ازدواج فکر کنید حتما اول دوست پسر بگیرید و در این رابطه کاملا راحت پیش بروید. هورا و دست زدنهای دخترهای جوان بود که یک دفعه بالا گرفت و در کمال حیرت و تعجب خانمها ادامه صحبتم را انجام دادم. اجازه بدهید این را من برای شما کمی بازتر کنم. شما اگر به یک نوزاد 6 ماهه یه شیرخوار چلو کباب بدین چی میشه؟ بحث سر خوب یا بد بودن چلو کباب نیست. موقعیت رو در نظر بگیرید و بگویید چه اتفاقی میفته. واضح است که آن بچه یا استفراغ میکنه یا دچار سوء هاضمه و اختلالات مختلفی میشه، درسته؟ مسئله ای که روزانه ما به اشکال غیر محسوس موارد بیشماری را شاهدیم. چه بسیار افرادی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند و برای دیگران نقش لیلی و مجنون را بازی می‌کنند، ولی وقتی پرده از روی زندگی آنها برداشته می‌شود اختلالات روحی روانی بسیاری را در آنها می‌بینیم. زندگی می‌دانید من چه تعداد افرادی را با انگیزه‌های بسیار سطحی و کودکانه در ازدواج شاهد بودم؟ دختری برای آرایش کردن و رژ لب زدن تن به ازدواج داده یا برای کفش پاشنه بلند پوشیدن، دختر دیگر برای زندگی در شهر بزرگتر مثل تهران یا مسافرت به خارج، دختری برای اینکه پیر دختر ننامنش یا بسیاری برای رهایی از خانواده پدری و صدها دلیل دیگر که همه ناشی از نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی بودند.
و این افراد بعد از ازدواج و اولین بوسه یا تماس بدنی یا مدت کوتاهی زندگی با مردشان از آنها متنفر شده و خود را در وضعیت حتی بدتر از سابق احساس کردند. ولی دیگر بازگشت برایشان سخت بود و این سیکل معیوب بحرانی تر شد. در حالی که اگر این دختر پسرها در یک روابط آزاد می توانستند تجربه های خود را داشته باشند، از لات زدن های ساده تا تماس های بدنی با جنس مخالف یا حتی یک آشنایی معمولی و غیره، چقدر از این اختلالات مختلف از این و از این جدایی ها و طلاق ها جلوگیری می شد. اما در جوامع ما ترس های القا شده از جنس های مخالف، زن از مرد و مرد از زن، بسیار ریشه دارند. در اینجا دختر 17 ساله گفت: خانم، من اونقدر از پسرها بدم میاد که حتی موقع عبور از آنها دستمال جلوی دماغ و دهنم میاد. تو حتما خاطرات تجارب منگ از جنس مخالف داری. تو باید به طور اختصاصی صحبت کرد تا این ذهنیات منفی و دوبه شدیدی که داری کم کم تعدیل یابد. خانم‌ها از هر سنی وارد بحث شده و سوال و جواب میکردن. از عشق واقعی، انگیزه جوانها و ترسهایشان، عدم ارتباط صمیمانه بین اعضای خانواده و غیره. خلاصه بحث و گفتگوها تا ساعتی ادامه داشت و اکثر آنها از من کارت ویزیت میخواستند. دو نفر هم، یکی دختر 20 ساله‌ای که بعد از فوت مادرش دچار افسردگی شده بود و دیگری خانم جوانی که با خانواده شوهرش مشکل داشت، از من وقت گرفتند. در موقع خداحافظی ضمن تشکر از پذیرایی به صاحب مجلس که کنار در ایستاده بود گفتم: امیدوارم دفعات بعد در مهمانی های شما به مناسبت سفرهایتان به شهرهای اروپایی مثل پاریس و امثال هم شرکت کنم و یک بار مکه و کربلا رفتن کافیه دیگه، نه؟ کمی هم دنیایتان را وسیع‌تر کنید. شما عجب بلایید خانم دکتر. آن شب به خانه که برگشتم، طبق معمول گیزینگ به من زنگ زد و جویای حال و احوالم شد. بعد از یکی دو روز فاصله پیشنهاد کرده بودم که در یک نظرخواهی جمعی از همه اعضای خانواده برای ادامه زندگی من با آنها تصمیم جدیتری گرفته شود. آرمان با توجه به اختلاف نظرها و تنش‌هایی که بین من و او به وجود آمده بود، پیشنهاد کرده بود که یک هفته از آنجا به جای دیگری بروم و دیاکو به دفاع از او این یک هفته را همیشه کرده بود. گیزینگ و مدیای 4 ساله از رفتن من بسیار ناراحت بودند، ولی من این راه حل را پیشنهاد خوبی برای حل مسائل می دیدم و تصمیم آرمان را یک حرکت مثبت. از نظر من این فاصله خیلی خوب بود و می توانست به حزم و بررسی اختلافات خیلی کمک کند. از طرفی اهمیت دادن من به حرف دیاکو او را در نظردهیش تشویق میکرد و اینکه چقدر نظراتش میتواند مؤثر باشند. من از قبل برنامه مسافرت به گروجر را داشتم، ولی شرایط فعلی این تصمیم را به جلو انداخته بود و موقعیت از همه جوانب مناسب بود. این گونه روش ها شاید ظاهرا در وهله اول ناراحت کننده به نظر بیایند، ولی در نهایت به نفع همه ما و تحکیم و بهبود روابط ما هستند. در پی صحبت دیاکو، من به گیزینگ تلفنی گفتم: در این مدت که من نیستم جلسه تشکیل دهید و نظراتتان را قطعی به من بگویید که آیا من میتوانم با شما زندگی کنم یا نه و تا کی و چه مدتی. مسائل را از همه جوانب بررسی کنید تا 2 روز دیگر به من اطلاع دهید که من بر مبنای آن بتوانم برای موقعیت بعدیم تصمیم بگیرم. گیزینگ هم قبول کرد. آرمان و گیزینگ و دیاکو و مدیا با هم صحبت کرده بودند و گیزینگ روز بعد نتیجه را به من اطلاع داد. بامزه بود. آنها وقتی 4 نفره در آشپزخانه جلسه گذاشته بودند، از بابان، برادرزاده 3 ساله گیزینگ که مهمان آنها بود، نیز نظرخواهی کرده بودند. و جالب نظر این دختر بچه کوچولو بود که در جواب سوال گیزینگ که گفته بود: بابان تو چی میگی، زیبا بیاد خونه ما یا نه، گفته بود: نه، زیبا عصبانی میشه. حدود 1 ساعتی جلسه طول کشیده بود. از دیاکو 8 ساله تا مدیای 4 ساله و آرمان و گیزینگ همه نظر داده بودن و نهایتا نتیجه این شده بود: گیزینگ و مدیا موافقت برای حضور و زندگی دائمی زیبا با آنها، آرمان زیبا تا قبل از اتمام قرارداد برای مطب با آنها زندگی کند و این یک هفته فاصله
و این یک هفته فاصله ربطی به این تصمیم گیری نهایی ندارد. بعداً با توجه به شرایط تصمیم میگیریم. دیاکو هم ضمن حمایت از پدر مشتاقانه انتظارش را برای بازگشت زیبا اعلام میکند. خنددار و حیرت انگیز حالا فقط نظر بابام بود که علارغم علاقه شدید به زیبا نگفته بود. گیزینگ در آخر گفت زیبا نتیجه نهایی این است که ما همه بی‌صبرانه انتظارت را میکشیم که جمعه عصر کنار ما باشی. بعد از شنیدن کل مابقع از زبان گیزینگ احساس غرور خاصی پیدا کرده بودم. احساس بودن در کنار خانواده‌ای که ایده ها و اندیشه هایم را در آنها متحقق می دیدم. ابراز احساسات بدون ملاحظه، عدم ترس و نارضایتی از افشا شدن مسائل در حضور دیگران، فراخوانی دیگران از خانواده و فامیل و آشنایان به نظر دهی و حق دخالت دادن به آنها و در نهایت اصالت به خود و انجام آنچه که خود درست می دانند. باری من خوشحال بودم از کل این روند و راحتی و روان جاری شدن اندیشه ها و رفتار و عمل کرد ها. من آن شب با دستاورد های بسیاری که از تمامی ماجراهای روز و روابط خودم داشتم به خواب ناز و عمیقی فرو رفتم. ببینم کی رکوست داده، اگه از بچه های خودمون باشه میارمش. میتونم با خود خودم من اینقدر دیگه دستم حواسم به خوندن این بود اصلا به چیزا توجه نکردم، یه دفعه دیدم که یه ریکوست. آره من نوشتم که خودم میام با میترا صحبت کردم. نوشتی میترا هم تو ساره لایبه میخواد تو لایب. آره تو لایو پیجش داره چه سلام میرسونه و حالا ما سلام میترا. خب تو هم داره دیدم قشنگ میشناسه. خب ما بشینیم ببینیم که در این رابطه چه سوالایی داری و من نیم ساعت یا یک روبی یا 20 دقیقه هستم. بله ببین در مورد این تیکه‌ای که الان خوندم خود من خیلی سوال خاصی ندارم، برای اینکه خیلی برام چیز بود، ملموس و روان بود مطالب. ولی خب خودتون اگه دوست دارین چیزی بگین راجع به اون مجلسی که رفته بودین که گفتی از کربلا اومده بودن و حالا خیلی جمع مذهبی داشتن ولی یهو شما شروع کردین برای اون دخترها که گفتن مشکلشون شوهره، گفتی که یک کوچول بیا آره باشه این الان درستش. آره گفتن که مسئله شوهره، چون الان خیلی وقتا فکر میکنم مشکل جوانای دخترها مثلا شون شوهر، وقتی هم که شوهر میکنن بعد هم میگم مشکل ما شوهره. تو قبل از این که ازدواج کنم میگن مشکل ما شوهر نداشتنه، بعد از ازدواج میگن مشکل ما شوهر داشتن. خب به هر حال من اونجا نظراتم رو گفتم و براشون که خیلی عجیب بود، ولی خب به هر حال عجیب که خب اون زمان هر چقدر که میگذره مردم بیشتر با این مسائل آشنا میشن و راحت تر به مسائل برخورد میکنن. ولی بالاخره توی یه اینجور جمعایی که حالا به هر حال اینا سنتی و مذهبی هستن و تو تا حدودی میدونی که اکثرا چه جور افکاری دارن، برای تو برای خودت مثلا سخت نبود که یه دفعه این حرفا رو بزنی؟ یعنی میخوام ببینم که چه حالتهایی در خودت داشتی وقتی که یه دفعه مثلا به اون خانم برگشتی اینو گفتی. خب این نکته جالبیه که ما در مقابل در یه همچین شرایطی که افرادی که با فرهنگ خب به هر حال بسته تری هستن چجوری برخورد کنیم. اونجا من معتقدم که سوال، یعنی ما
اینکه بذاریم، یعنی بخوایم که خودمون رو سانسور نکنیم در حرف زدنمون. اما برای اینکه اونها تا موقعی که اونها سوال نکردن، شما بحثی رو شروع نکنید. نکته مهم اینه وقتی طرف میپرسه که شما چرا از همسر طلاق گرفتی، بعدا اگر جواب منو شنید خودش میگه من سوال کردم. ولی من اگر از اول بهشون بگم میدونید دین اینه، دین اونه، دین فلان، من اینا رو نمیگم، چون که این یه نوع حقنه کردنه. ولی طرف میاد میپرسه از من، میگه که خب شما چرا طلاق گرفتی؟ شما ازدواج کردید؟ میگم بله دوبار. میگه اه دوبار؟ بعد میگه که خب چی شده؟ خودش باز میپرسه. خب منم که منتظرم مردم بپرسن جواب بدم. اینجا هست که تو بدهکار نمیشی. مثلا توی پارکی اونجا بود که از من پرسیدن که چرا طلاق گرفتی، گفتم خب من دیدم شوهرم رو دوست دارم. بعد گفتم خب شوهرتو دوست داری چرا طلاق گرفتی؟ گفتم من در کنار شوهرم دیدم از مردای دیگم خوشم داره میاد. اینجا یه دفعه دست دخترش گرفت خودش رفت. میدونی من نخواست دختره چیز. خب این خودش سوال کرد، جوابشو شنید. خب من منظورم این کلن این خودش هم یه قدرت و اعتماد به نفس خاصی میخواد که شما دارین و خود منم در جاهایی دیدم در درونم یه دفعه خودش رو نشون داده این مسئله. ولی خب الان که داشتم میخوندم خودم بردم توی اون فضا، بعد یه دفعه احساس کردم که مثلا زیبا چقدر راحت اینا رو گفته و به واکنش هایی که ممکن بوده، بازخورد هایی که ممکن بوده بگیره، مثلا حالا نمیدونم یه توجهی کردی مواقعی یا نکردی. ترسیدم، یه مواقعی هم ترسیدم. مثلا طرف من یادم توی جمع دراویش بودم، بعد اینا این قطب خودشونو وحشتناک میپرستیدن، یه همچین حالتی داشتن. بعد یه دفعه من چند تا سوالی که از اینا کردم، خب البته الان خب به مرور زمان چگونگی برخوردم با افراد خب خیلی قوی تر شده، ولی اونجا یادم دیگه ترسیدم، گفتم الانه که مثلا به سمت من حمله کنم، میدونی همچین. چون ولی یه موقع که بسن طرف میگه شما سوالی ندارین، خب اون موقع اون داره در واقع از من میپرسه شما هر سوالی دارین بپرسه. خب منم مثلا توی یه جمعی بود و مسیحیت بود، مثلا مسیحی ها بودن، یه دفعه گفتن که وای مثلا ما خداوند ما بخشنده است، شما هر آرزویی بکنید برآورده میشه. گفتم خب من آرزو میکنم اصلا فاحشه جهانی بشه. بعد یه دفعه اصلا گفتم خب آرزوه دیگه، اصلا ما میخوام اصلا من با تمام دنیا میخوام سکس کن. خب اون گفت به من آرزو کن، خودش گفت یه آرزوی کن. خب منم گفت شما ببین این بسته، یعنی چیزیه که دیگه نمیتونست منو محکوم بکنه، میدونی. ولی یه موقع شما میایید این در رابطه با بیان یه سری مسائلی که میدونید، مثلا ممکنه تحریک بکنه اونها رو، شما شروع کننده این مسئله هستید. این هنر میخواد دیگه، یعنی دقیقا ظرایف روحی انسانها رو دونستن و اینکه متناسب با اونها رفتن جلو. اون موقع دیگه شما بدترین حرف هم که بزنی، یه دفعه میبینی که طرف خودش موندش، نمیتونه. مثلا بوده که طرف اومده حمله کنه، ولی وقتی نگاه کرده دیده که خب به چی میخوای حمله کنی؟ خب خودت پرسیدی، خودت هم جوابتو داری میبینی دیگه. حالا نه اینکه الان مثلا این مسئله به خاطر این مسئله اینکه یکی گفتش خب برو تایلند، من این اونو تو کلیسا بود وقتی گفتم که خب اینم آرزوه دیگه. حالا اینکه
یکی هستش از روی فرق مبناش پوله، یکی هستش که تو این ارتباط یکی شدنت که در یعنی در واقع توش سکس هم هست با تمامی هستی هست، این توش سکس هم هست. خب به نوعی اگر تو میخوای اینو بگی بخشی از یعنی در واقع همون فاحشه هم توش مطرح میشه، ولی آیا بیسش روی اینه که تو یه بیزینسی را بندازی پول در بیاری؟ خب این یه مسئله دیگه است. حالا اونجا من اونو به عنوان مثال برای اونجا تو این کلیسا مطرح کردم، یعنی خب به هم خورد جلسه با همین مسئله ای که گفتی. یا مثلا سوالی که من در رابطه با جلسه مجاهدین این مسائل مطرح کردم، این مریم رجوی و این چیزایی بود، خب سوالی کردم، خب اینا افراد متعصبی هستن مثل این ور که خب خودش گفتن خب هر کسی سوال داره بپرسه، ما سوال کردیم، مقدار خشم و ناراحتی خودشون رو نشون میدن ولی نمیتونن، به هر حال نمیشه دیگه، نمیگن چون در حد سوالیه که به هر حال تا الان برای من اینجوری پیش نیومده دیگه، خشونت اومدن خشمشون عصبانی شدن ولی تا حد خشونت یا حتی خواستن یه جایی بود حمله بکنن ولی خب نشده تا اینجا که نهایت بوده که گفتن که ما از این خانم میخوایم این جلسه رو ترک کن، باید ترک کن. گفتم اوکی دیگر آروم باشید، حالا آروم باشید، با آرامش صبر کنید، یکم خودتون رو کنترل کنیم، باشه میریم اشکال نداره، یا حالا همچون مسائلی هم بشون. با مزم بود که اون تیکش که گزنگینا جلسه گذاشتن هر چهار تاشون موافق بودن، فقط برادرزاده 3 ساله گزنگ گفته نه برای برگشتن شما. آخه اون پدر سوخته، خب دیگه به نظر من هر دفعه که داری میخونی همینجور خوبه که چند صفحه چند صفحه. حالا اگه بخوای من نظرمو درباره خوندن تو هم میگم، حالا اگه میخوای اینجا بگم میخوایم بگم خود تصمیم اینجوری که داریم، حالا میگم از این که شاید تری بسیار خوندن تو یه حالت روخونی مثل کتاب رو داره، میدونی؟ بعد با احساسات و با چیزای افراد موجهات بالا پایین نمیره، مثل کسی هست که کلماتت کل مثلا اگر بخوای یه روزی یه سفر رو با هم امتحان میکنیم، بعد همون سفر رو تو بخون، همون سفر رو مثلا منم بخونم، درست. بعد این تأثیرش تفاوتش رو خودت دستت، نه اینکه حالا من حالا یه کس دیگه ای که در واقع این توانایی این چیز رو داره که با احساسات آدم ها خودش هم احساسش رو نشون بده، نه اینکه فقط این که یه چیزی، این مسئله رو خواستم بگم. خب درست، مرسی. آره اشتیز کنم. بای بای. بچه مرسی که همه ما بودیم.